سایه انتخابات بر امنیت در افغانستان. بعد از کشیده شدن انتخابات معلوم می شد تأثیرات جدی بر امنیت کشور گذاشته است. از حملات موشکی پاکستان تا افزایش رویدادهای دهشت افغانانه. به ادامه حمله های موشکی نظامیان پاکستان دیروز 53 موشک بر ولسوالی دانکان و شیگل ولایت کنر از سوی پاکستان پرتاب شد. از سوی دیگر بر بنیاد گفته های مقام های امنیتی کشور در هفته گذشته شاید 228 رویداد هراس افغانانه بوده است و 169 رویداد جنایی در سراسر افغانستان ثبت شده است که در مقایسه با گذشته افزایش این فعالیت ها را نشان می دهد. و اما در مورد عملات پاکستان در همین هفته بود که شورای امنیت به نیروهای مسلح کشور دستور داد تا هر گونه حرکت مداخله گرانه پاکستان و افراد این کشور را سرکوب کند. و این شورا همچنان میپذیرد که مداخله اسلام آباد در افغانستان افزایش یافته است. دلایل افزایش مداخله پاکستان و نامنی در چه است؟ در برنامه امشب به بررسی میگیریم. سلام و وقت بخیر. به برنامه امشب با من امید فاروق خوش آمدید. مهمانان ما عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی، امین فرهنگ آقای امور سیاسی هستند و همچنان آقای شجاع الملک جلاله والی کنر را با خود داریم، یعنی از ولایت کنر با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدید. نخست آقای جلاله با شما آغاز میکنیم. دلایل افزایش حملات موشکی پاکستان بر ولایت کنر یعنی بر ولسوالی هاش در چه است؟ مخصوصا دلایل حملات موشکی دیروز. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد لیدون زمون احترامون وړاندې مننه کوم چې موږ په دغه باره کې وخت را په تیر ساتو چپته غوندې د سرحد دا خونا برابر په لسوالو باندې تدیدی دغه دغه د فرضي چې کوم کړی دی لکه ځانګه دا و ترګام دا پره په بازي کومو کې سبب نني ستیر او سړي پرمو یو یاد راځي په منګل ورو پتا وړ متصل مکمل بله آقای جلاله ما صدای شما را داریم. بله ما تاسو دغه تیر او سړي را فرمای افغان پبلک تیرو درې نوي وون نن تاریخ په تقریبا سره تاسو ودې فرمای او لرو دوه پون تپیان لو چې دې او درې سو او ما 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 تدې دې البته په دغه را چې د ناړې دولت والے نه شګل دولت تقریبا په حدود د 300 یا اجرین لرو چې دغه د کې حمله په وجه باندې تر امن منځ د مقدار تعداد بر به خاطر مشکلات فنی تماس ما با آقای جلاله قطع شد. آقای سروری میخوایم دلیل افزایش حملات پاکستان را بدانیم. خب نخست اگر اشاره کنین به حملات موشکی که خب این اواخر هم گفته میشه افزایش پیدا کرده و یک روز پیش از حمله دیروز شورای امنیت ملی تصمیم گرفت تا پاکستان هر گونه مداخله‌ای که میکنه، هر گونه راکت پرانی که میکنه باید پاسخ داده شود. ظاهرا فکر میکنین که پاسخ داده شده؟ تشکر. خب ما شما شاید ازی بودیم که به کرات این عملات ادامه داشته تقریبا در گذشته نزدیکم. مشکلی است که حکومت افغانستان بنا به دلایل مختلف نتانسته اعلانی را که در او وقتی ها تصامیمی که داشتن که یک جواب یا یک پاسخی را که بهش خود فیصله میکنن یا لازم است از لحاظ دفاعی و امنیتی این پاسخ عملی بسازن بیشتر و این سبب شده که نیروهایی که در پشت سر این عملات راکتی هستند این مناطق مرزی افغانستان و ولایت کنر اینا به جرات مطابق البته استراتژی معینی که دارن که ادامه بتن. دلیل دومی است که ضعف حکومت
در قسمت دریافت استراتژی اصلی کسایی که پشت این موضوع هستند، یعنی باید تا به حال با کمک جامعه بین‌المللی و خصوصا قوای ناتو حکومت افغانستان میتونست تفاهماتی که تا با پاکستان دارند در ابعاد مختلف مذاکرات نظامی و امنیتی این پاسخ ها را باید دریافت میکرد بسیار ماه قبل، و چون حکومت افغانستان نتونست بازم به دلایل مختلف که یک دلیلش میتواند دلیل بزرگ باشه که دلیل بیکفایتی حکومت است از لحاظ سیاسی، بنابراین این عملات افزایش یافته و اون نیروهایی که در عقب این استراتژی هستند مواقع مختلف به نفع میبینند، شاید یکی از دلایل می باشه که توجه رو به اون طرف جلب کنند و طبعا در پهلوی جو اهداف دراز مدت دارند. حالا در مورد دستور حکومت افغانستان، یعنی شورای امنیت، پیش از این چنین دستوری داده شده که شما بیشتر اشاره کردین که خب دستورهای داده شده ممکن عملی نشده باشه؟ درست است، بحث شده و دیگه قسمت قبلا هم اعلامیه حکومت داده از سیاست جمهوری و تا به وزارت های معین، یعنی گفته شده که پاسخ همگون داده شده. گفته شده، مشکلی است که حکومت نه تنها این توانه معلوم میشه نداشته، اگر میداشت امروز هم باید پاسخی را که شورای امنیت گفته داده میشد، در قبل داده نشده و در داخل حلقه نزدیک ریاست جمهوری اما میفهمن قبلا هم گفتیم نیروهای فعالی هستند که اگر رئیس جمهور دستور بده نمیگذارن که دستور رئیس جمهور تا وزیر و از قدم های پایین تا ولایت کنر یا نیروهای امنیتی که پلیس یا وزارت دفاع و ریاست امنیتی ملی است عملی شود. بنابراین مشکل حکومت هم بوده، این مسئله هم بوده داخلی داره داخل خود شورای امنیت و مشاورین آقای کرزی و همچنان طبعا بوده بین المللی داره و حکومت افغانستان میتونه استیره تطبیق بکنه این فیصله های شورای امنیت در صورتی که تفاهم و توافق خوب میداشت با جامعه بین المللی و به خصوص ناتو. شما اشاره کردین که عزم برای پاسخ دادن وجود نداره اگر این دستورها داده شوم عملی نمیشه. نکته دومی را که شما اشاره کردین، پس چطور این را برش میپردازین که خب کمک میگرفت از نیروهای خارجی که در افغانستان برای یاری افغانستان آمدن تا دلایل این موشک پرانی ها را بدانن خب زمانی که عزم وجود نداره؟ بله معلوم دار امین، فعلا هم بین نظرات پاکستان، جامعه بین المللی، ناتو و افغانستان در قسمت مشخص این راکت پراگندگی ها چیست؟ اختلافات موجود است. اما میشنون یعنی راکت پرتاب شده سه کشور یا سه طرف سه نوع تحلیل میکنه. بنابراین تصمیم از لحاظ تبلیغاتی خوب است که یک تصمیم گرفته شده حکومت افغانستان یا شورای امنیت یک چیزی گفته، اما کی میتونه او را تعقیب کنه از بیرون شورای امنیت که چرا تطبیق نشد؟ تطبیقش دلایلش میتونه یه چیز باشه، یعنی عدم تطبیق این فیصله در سابق هم و فعلا هم یه است که پیشتر ما اشاره کردم، نه به کمک جامعه بین المللی ما تانستیم تطبیق کنیم یکی از این فیصله را، نه خود افغانستان اقه توانمند ساختیم یا اراده می توانمندی بوده، چون همیشه در اختلافاتی که از لحاظ مختلف البته موجود است بیشتر حکومت افغانستان، رهبری افغانستان متوجه یک سمت یا یک طرف یا موضوعات بسیار خرد تکتیکی در داخل افغانستان است، پلیسی هایی که منافع یک گروه یا دگه یا اینا همین مسائل در همه ابعاد زندگی سیاسی مردم افغانستان دیده میشه، متوجه یک تدوین یک استراتژی دوامدار در قسمت صلح و امنیت و حفظ امنیت سرحدات افغانستان هستن. این مشکلات این یک مشکل نیست، دو مشکل نیست، و همچنان خطرناکترین مسئله ازی که اگر دستور هم داده باشه شورای امنیت و آقای کرزی، من گفتم گروه فعالی که نمیخواین فیصله های حکومت افغانستان تطبیق شود و نمیخواین که کدام درگیری صورت بگیره اینو اجازه نمیده. آقای فرهنگ، از عملات موشکی پاکستان تا دستوری که شورای امنیت صادر کرد، پاسخ را که آقای سروری اشاره کردن گفتن که خب عزمی وجود نداره و تنها در حد تبلیغات از آنچه که حکومت انجام میده، واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما میهمان گرامی و همچنان تمام بینندگان محترم. من گفتار آقای سروری تایید میکنم به تمام معنا. افغانستان از آل نی بلکه از دهه ها به این سال، از بعد از تقسیم نیم قاره و بروز مسئله پشتونستان تا امروز در قبال پاکستان و موضوع خط دیورند یک نظر و دیدگاه سالم و ثابت نداشته و هیچ وقت نتانسته که در اوقات و زمانهای مختلفه حکومات مختلفه افغانستان
جامعه بین‌المللی را قناعت به این بده که گویا خط دورند یک خط تحمیلی است، یک خط خیالی است و این خط به هر شکلی که در افغانستان تطبیق شده گویا همو اقوام و باشندگان و منطقه را به دو قسمت تقسیم کرده، این میره یک سیاست واضحه که بتانه جلب کنه توجه بین‌المللی را، این را به هیچ وقت نداشته. خب به هر ترتیب بوده در رژیم های گذشته چون ثبات در افغانستان بود، ما اردو داشتیم، ما اردوی ما زود بسیج میشد و طوری که بارها دیده شد مخصوصا در دوره صدارت سردار داوود خان وقتی که موضوع بسیار باریک شد، سفربری اعلان شد، دیگه شد، پاکستانی عموما نقب نشینی میکردند، یعنی به این اندازه پررو نبودند که امروز هستند. امروز قوای امنیتی ما، قوای دفاعی ما، اردوی ما، پلیس ما بدون شک با قبولی هر نوع قربانی داخل میدان کارزار هستند، اما هیچ چیز به دست ندارند. ببین به پررو بودن نظامیان پاکستان اشاره کنین و چرا این حملات متوقف نمیشه؟ اینا رو من بهم سر مسئله دیگه. حملات متوقف نمیشه برای اینکه پاکستان مخصوصا بعد از آمدن اداره جدید در افغانستان بیش از 14 سال با سیاست‌های متناقض افغانستان در قبال مسئله خط دیورن مواجه شده. یک بار گفته میشه که پاکستان دوست ماست، ما در منطقه قرار دادیم که باید با پاکستان بسازیم و غیر از او ثبات و صلح در افغانستان نمیاید. حتی به این پیمانه ای که پیش میره که ادعا میشه که اگر امریکایی ها یا مخصوصا امریکایی ها بالای پاکستان حمله کنند، ما در پالوی برادران پاکستانی خود استاد میشیم. این یک موضوع. باز وقتی که عملات زیاد میشه، وقتی که تجاوز پاکستان صورت میگیره، باز فورا این سیاست تغییر داده میشه و میگه که امریکا مکلفیت داره که باید از بره ولانه های تروریست ها و تمام کسانی که در داخل خاک پاکستان جایگزین شده اند و از اونجا افغانستان رو به ثبات می سازند، پاکستان مکلفیت و امریکا مکلفیت داره که از بین ببره. اگر از بین نمی بره، ما از او خاطر است که قرارداد امضا نمی کنیم، قرارداد هیچ معنا نداره. ولی این مورد آقای فرنگ، این مورد بارها بله این مورد بارها از سوی شخص رئیس جمهور کرزی مطرح شده که خب انتقاد کرده آمریکا را در مجموع نیروهای ناتو را که خب اقدام نمیکنن بر لانه های اصلی یا حمله نمیکنن بر لانه های اصلی حراس افغانان، خب اشارش او طرف مرزهای افغانستان در پاکستان است. بعضی را که ما مطرح کردیم روی اقدام حکومت افغانستان است. دیروز 53 موشک پرتاب شده بر دو ولسوالی کنر. یک روز پیش از او شورای امنیت دستور داده که اگر مداخله میکنه پاکستان از این نوش هم باید پاسخ داده شود. فکر میکنین چرا داده نمیشه؟ واقعا حکومت میخواد در حد تبلیغات این کار را انجام بده؟ ما به این عقیده هستم که خب اول خب ما این مطلب باید بگویم که امریکا توسط تیاره های بی پیلوت خود در داخل خاک پاکستان بعضی مراکز شناخته شده تروریست ها را همیشه بمبارد میکنه. این را ما خبر داریم. از اون خاطر است که پاکستان همیشه اعتراض میکرد. اما حالا میایم سر سوال شما که با وصف که شورای امنیت حکومت افغانستان میگه که بعد از این قوای افغانستان باید جواب بده، اما چرا جواب نمیده؟ علتش دو چیز است. یکی است که ما گپ است، قاطعیت وجود نداره و جنبه عملی به خود نمیگیره، مثل که همیشه نگرفته. و دومی چیز که او سلاح را و او قوه حملاتی را که پاکستان داره، ما خب بارها از مسئولین نظامی خود منطقه در کنر شنیدیم که ما همو سلاح و همو امکانات نداریم به او طرف حمله کنیم. نکته دیگه ای که باز یک جنبه سیاسی پیدا میکنه، این بسیار مهم است که ما خود ما در یک تناقض‌گویی دیگه قرار میگیریم. او عبارت از ایست که میگیم که پاکستان از داخل خاک خود حمله میکنه بالای افغانستان و از طرف دیگه میگیم که خط دیورند یک خط تخیلی است، او طرف هم جز خاک افغانستان است و نمیگیم که پاکستان از خاک غصب شده افغانستان پس بالای افغانستان حمله میکنه. این هم نمیگن، یعنی از یک سو طرف خط دیورند خاک پاکستان میگن و از طرف دیگه باز جنبه سیاسیش که مطرح میشه میگن نه اون جز خاک افغانستان هم کارانو مشاره میکنم کلی از اینا یک تضاد دوباره آقای جلاله از ولایت کنر با ما وصل هستند.
آقای جلاله، میخوایم اقدامات حکومت افغانستان را یعنی دست خود ولایت بشنویم، که زمانی که ولایت کنر شاید این نوع عملات دیروز بوده، چه پاسخ داده شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم تاسو سلامونه وړاندې کوم. تر اوسه پورې لا په دې باره کښې څه خاص قاطع تصمیم نه دی نیول شلی، ولې چې شورای امنیت د فیصلې نه وروسته موږ البته مربوطه نظامي امنیتي ارګانونه په دې ورځو کښې غونډې لري، نن هم د هغو غونډې لري په کمپنی کښې د هغو د فیصلې نه وروسته به بیا تصمیم نیسو خپل. بلا مسئله چې دا هغه مخکې موږ عرض کړلم، موږ بعضې اعتراضات داسې کېږي چې دغه منکپونه چې دا موږ توپونه ولو د دغه ځله موږ د پاکستاني فوجیان وایي چې موږ د تهدید لاندې یو. حال دا چې دغه داسې منطقي نه دي چې هغه زموږ خپله په دفترس کښې دي، بلکې د دغه منکپونه موږ هم د تهدید لاندې یو. لکه چې موږ وایي لکه د ځانګامو د پروړی په کور برول کښې یا په مرور کښې یا آقای جلاله، دیروز زمانی که عملات صورت گرفت، خب شما نگرانیتان را مطرح کردین، اما در مورد اقدام حکومت افغانستان یک روز پیش از این نوع حملات شورای امنیت دستور داد که پاسخ داده شود. چطور شما گفتین که تا حال پاسخ داده نشده به این گونه عملات؟ موږ چې جواب عمر کوو، البته د مرکزي حکومت اوکان او د پروګرام په اساس باندې تاسې خپله پته ده چې دغه ځای البته موږ تصمیم نیول کېږي، او د دې ځای نه چې کوم امکانات موږ سره دي هغه د لارې نه به بیا موږ اقدام کوو. اوسه پورې موږ په دې باره کښې خاصې حکم داسې نوم نظامیان ته نه دی ورکړل شوی. تاسې اقدام وکړئ، ما خو تاسې مخکې مرض وکړه چې په ګمبیري موږ د اردو مرکزي قومانداني د هغه نن غونډه وه، د هغې د غونډې د تصمیم نه وروسته به بیا هغې فیصله کړې موږ باید. حالا چرا شما منتظر اون تصمیم هستین در حالی که شورای امنیت رسما دستور دادن؟ مطبوعات د لارې نه یو، د رسانو د لارو یو مستقیما عملي جامه دغه چې موږ ته مکتوبونه په دې باره کښې راشي، او زموږ د نظامیانو سره یو ثبوت په لاس کښې شته، هغې په اساس باندې بیا موږ اقدام. در مورد توانایی ها حرف بزنین، خب اگر شما منتظر عزیزتین که خب جلسات صورت بگیره میان فرماندانی که در ولایت کنر وجود داره بعد اقدام صورت بگیره، آیا از لحاظ توانایی و تجهیزات این آمادگی وجود داره در ولایت کنر؟ دا اوس چې دا غونډې کېږي همدغه مقصد هم د دې نه دا دی چې موږ هغه توانایي او یا هغه تجهیزات چې لرو هغه په دغه پیمانه باندې نه دي، په همدغه باندې به تصمیم نیول کېږي چې په کوم اندازه باندې آقای سروری، بحث اقدام حکومت افغانستان به این گونه که دیروز پر روز یعنی دو روز گذشته شورای امنیت تصمیم گرفت یا اعلامیه‌ای را به نشر رساندن، این گونه تصمیم گرفته نشده بود، فکر نمی‌کنین که خب اگر در حد تبلیغ هم است اما صراحت داره دستور است، دیر این کار صورت گرفته؟ بله، دیر صورت گرفته و ما پیشتر گفتم عین حملات که صورت گرفته دفعات قبل دساتیر صادر شد، فیصلای شد، حتی در مطبوعات همی موضوعات آمد، چرا تطبیق نشد؟ به صورت یک حکومت یک پارچه یا به صورت یک سیستم همی ما میفهمیم که حکومت کار نمیکنه. حکومت همه سکتور، حتی سکتورهای نظامی یا امنیتی که بیشتر اینا در این شکل نیست که مسئولیت های بیشتر دارن، متاسفانه رهبری حکومت از پروسه های بزرگ ملی مثل انتخابات وقتی که آغاز میشه بیشتر اینا را وادار میکنه. همین ما میفهم حتی در ولایت کنر، ولایت سرحدی افغانستان، بیشتر ولایت کنر ببینیم، اگر ما شما المند و قندهار را مثال بتیم،
طالبا یا مخالفین از لحاظ مختلف جایی را راکت زدن استفاده کردن که بیشترین مسئولین خصوصا در سرحدات آسیب پذیر است و این هم دلیل شده که شورای امنیت باید متوجه می بود که این ولایت ما که آسیب پذیر است ما در ایدهی ولایت خود تدابیر اضافی باید می داشتیم نه تنها مسئله دفاع از مردم و از نیروهای امنیتی که نیروهای امنیتی بیشتر همیشه اولویت است در تمام دنیا نه تنها افغانستان نه و جامعه بین‌المللی ناتو تا جایی که در جریان هستیم تا از 12-13 سال قبل در سرحدات افغانستان در بیشتر مناطق بودن و بیشتر آقای فرهنگ بسیار موضوعات خوب تحلیل کردن تناقض گویی شورای امنیت و رئیس جمهور افغانستان سبب شده که وزرا به نظر من یک تعدادش حتی حسابای خود به سلام که یک سیستم چطور کار کنه به دفاع از وطن او را گم کنند چی بسا که والی صاحبا یا قماندان های امنیت و رئیس های امنیت که در ولایات هستند بنان دساتیر شورای امنیت نه تنها ناوقت است که نه تنها قابل اجرا نیست اگر قابل اجرا می بود وزارت دفاع افغانستان مسئولیت خود باید بفهمه لودریستیز افغانستان وظیفش چیست رئیس اردو است صلاحیت ها را آقای کرزی بسیار تلاش داشت که به لوی دریستیز افغانستان باشه امروز از لوی دریستیز باید به پرسنده میز حضور داشته باشه شما از کی دفاع میکنید اگر رو طرف سرحد گفته آقای فرهنگ برادرایتون است که قبلا حتما در یاد شما است که رئیس جمهور افغانستان سال گذشته گفت یا یک و نیم سال قبل که به هیچ صورت اجازه نیست که به اون طرف از خود ما انداخته شما حرفای آقای بولی را شنیدین گفتن که تصمیم شورای امنیت را شنیدن منتظر جلسات فرماندهان هستند در درون ولایت تا بعدن اقداماتی را انجام بدن اگر جدی مسئله را پیگیری میکنن یا در دستور کار است روی توانایی ها حرف بزنین آیا توانایی وجود داره از لحاظ تجهیزات وزارت دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی جمع دیگه نیروهای محلی که در اونجا مسئله هستند اگر اینا یک انسجامی داشته باشند که از کابل مداخله منفی صورت نگیره مسئولین محترمی که دولت کانادا هستند به شمول والی صاحب قماندان امنیت رئیس امنیت و دیگر مسئولین وکلایشان از رئیس شورای ولایتی و غیره اگر اینا به صورت یک پارچه و سیستماتیک و یک شکل یک سیستم حکومتی کار کنند طبعا مردم این انگیزه را داره که از خاک خود از وطن خود دفاع دی شک نیست این توانمندی را به کمک مردم شما میتونین داشته باشید یک نکته را آقای فرهنگ اشاره کردن که از لحاظ تجهیزات نیرو امنیتی افغان مشکل دارند تا استادایی کنند در برابر این عمل این درست است من پیشتر هم اشاره کردم به کمک مردم اگر مردم در ولایت کنر از حکومت به چی میزان راضی هستند اگر به میزان زیادتر راضی باشند نیروی امنیتی بیشتر روی میگیرند تا دفاع شود اگر راضی نباشند و همچنان ایران فکر کنیم که اعلانات اخیری که صورت گرفته اگر در بین نیروهای امنیتی ما عناصر دشمن باشه اون کسایی که پشت انداخت راکت ها است و عملات و یا شاخه های تروریسم بین المللی یا مداخله خارجی از داخل خاک پاکستان اگر به این شکل باشه که داخل این نیروهایی که دولت کنر از یک تعداد یک این رابطه را داشته باشند چطور انتظار را داشته باشیم اگر صلاح ما ناقص است اگر تکمیل تر هم باشه نمیتونیم تطبیق کنیم و اگر استفاده ما صلاح شود شاید به جای استفاده شود بنان در مجموع توانمندی نظامی و امنیتی رو وقتی که پولی هم میگذار عناصر زیادی است که میتونه آدم که ایده به صورت یک پارچه مدرک کنه ولی مشکلات زیاد داره حکومت افغانستان زایی شدن صلاح و امکانات نظامی که ناتو در اختیار افغانستان قرار داده ما آمارایش میبینیم در اواخر که پخش میشه و این جای تاسف است که به این مقدار صلاح و صدها میلیون دلار صلاحی که داده شده باید یک تدبیرشی می بود که شروع از ولایت بدخشان و کنر به می شکل می رفتیم تا المند و قندار اینو و تا ایراد ولایت جایی را که آسیب پذیر است ولایت سرحدی ما باید تقویه می شد یعنی ولایت سرحدی افغانستان سه چند چهار چند ولایت عادی باید تقویه می شد که دیگه شکی نیست که ولایت کنر هم او قسم شاید تقویه نباشه خیلی سپاس آقای فرهنگ اشاره کنین این روزها بر دلایل افزایش حملات از رهبری جنگ توسط افراد توسط پاکستانی ها در بعضی از ولایات تا حضور نظامیانشان در جنگ گزارش هایی را که اخیرا نشر شد شما شنیدین پاکستان تو یک سیاست طویل مدت داره در افغانستان این سیاست از آل نیست این سیاست از وقت است که پاکستان تأسیس شده و بعد از مخصوصا به ارتباط مسئله کشمیر افغانستان را همیشه یک و مردم افغانستان را به حیث یک وسیله در استعمالشان بر علیه هندوستان در موضوع کشمیر
مد نظر داشتن و از او خاطر است که همیشه کوششانی بوده که در افغانستان یک حکومت به قدرت بیاید که تابع منابع استخباراتی و نظامی پاکستان باشه تا بتانه که از این طرف از سمت افغانستان با حل مسئله خط دیورند طوری که دل خود از نامه خواهد گوششان آرام باشه و بتانه تمام قوای خود متمرکز بسازن به طرف هندوستان و اونجا برشان منافعشان بسیار کلانتر است. از او خاطر است که مخصوصا بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و جهان یک قطبی شد گوشش آرام شد، البته که از این طرف ما میبینیم در اوائل وقتی که بعد از 11 سپتامبر وقتی که قوای بین المللی به افغانستان آمد، پاکستان بسیار یک بازی ماهرانه کرد. یاد کل ما و شماست که طالبان حتی اعلان کردند که دیگه در افغانستان یک نظامی به نام نظام طالبانی وجود نداره. یک تکتیک بود پاکستانی‌ها یاد داده بودند و سیاستشان نمی بود و این تکتیکی از این نگاه نقطه نظر بود که یعنی فریب بدن. طالبان شکست نخورده بودند، طالبان فقط عقب نشینی کرده بودند برای اینکه در داخل خاک پاکستان پس خود را آهسته آهسته تنظیم بتن، پس سازماندهی کنن و یک روزی که روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا خراب میشه پس اینا بتونن عرض وجود کنن در داخل افغانستان. همی بود که در این سیاست خود پاکستان بسیار موفق شد. پاکستان تانست که در دالیزهای ملل متحد، در کوریدورهای قصر سفید، در دالیزهای کانگرس امریکا اینا لابیین کنن و ذهنیت امریکایی‌ها را آهسته آهسته به طرف خود بکشانند. نتیجه این شد که افغانستان دشمن امریکا شد. امو امریکایی که پاکستان میکوبید و گفته بود که به ظرف 24 سال تو رو به قرون وسطا میبرم، امو پس دوست پاکستان شد. و امروز ما قربانی استیم و امی پاکستان اونه هر چیزی که میخواید کنه رو میزنه، جنوبی رو میزنه، ننگرهار رو میزنه. اگر امروز بررسی کنیم گفتم میشه عملات تشدید یافته، شدت بخشیدن. حتی شما شاهد بودین که یکی از مقام های امنیتی چند پیش گفتن که مقام های پاکستانی میگن که اگر به خواستایشان پاسخ مثبت داده نشه هم از زمین هم از هوا بلی. افغانستان هم مورد آماده قرار میگیره. برای اینکه امروز افغانستان منتها ما شرایط داخلی خودمون ببینیم. همیال ما در داخل افغانستان در واقعیت در یک خلای قدرت دولتی قرار داریم. آقای کرزی دوریش ختم شده، دیگر نه تصمیم به ازود زندگی خود قاطعیت نداشت. حالا خب کدام قاطعیت برای یک ماه دیگه کدام تصمیم گرفته نمیتونه. دو کاندید دیگه ما که هستن در جنگ قدرت هستن. ولی از افغانستان ولو که یک رئیس جمهور در هر کشته یک کابینه تشکیل جلسه میته دو کاندید موجود است، اما ما یک خلای قدرت در افغانستان داریم. هیچ یک مرکز قاطع تصمیم گیر در افغانستان نیست و پاکستانی ها اینقدر ماهر هستند که از اینمی خلای قدرت استفاده میکنند، تهدید میکنند، تشدید میکنند حملات خود را و کوشش میکنند و سیاست طویل مدت خود را تا اندازه به پیش ببرند. این تکتیکشان بوده است و خواهد بود و از طرف ما مثل که من پیشتر گفتم هیچ یک سیاست طویل مدت در مسئله خود با پاکستان ندارد. خیلی سپاس. آقای جلاله، شما دلایل را دریافتین که چرا پاکستان این گونه عملات را ادامه داده؟ در گذشته اقدامات شما چی بوده؟ یعنی سال هاست که چند ولایت مشخص کنر مورد آماج حملات موشکی پاکستان قرار میگیره. دا خیال کنم که من در پاکستان تا تقریبا 180 کیلومتر سرحد لرو او در سرحد تا دوار و خواهو که آقا قومون پرسته دی لکه مومن، مامون، سلازی، ساتی، مشوانی، کچر و غیره چه دا هم در سرحد پا دی خواهد دو پرسته دی هم در سرحد پا خواهده دو با یو در خپل مجاهد رو در سروری سی پا خبر رو کنم چه یعنی وسط پوری در چی ندیشیم چه خدای نخواسته در سرحد لاخوا قومون رو پک افغانستان هم نکنه چه دی قومون دفاع نکنه یک پیاده نظامی قوتون را غلی دی چه دمانگا خپل نظامی قوتون را غو دفاع نکنه و وطرانی دی جنگی داری تا صرف در کمراکیتی هم دی چه کیگی در بیر لر مناطق اونا در نظامی چولین اونا کیگی در پدا غصاص بانده در باید دلده کما پرون دور دمک ناره که پایو پوستا بانده عمله شده و او حتی دریز نه ولی خلاص پایش دری و گفته ونی ولی چپاره که دو زنانا او یه نارینه مرکی خلاص شهیدان شلو با کلمانه او دو کس کسیانم شد.
یعنی دا د ولست دغه نه ده چې ګنته ولست د خپل مملکت دفاع نه ده کړی خدای دې داسې نه ورځ نه ده ولې کړی ولې موږ هر یو درته تیار یو چې قرباني ورکړو مسله ده مسله ده دغه لورې منزل توپونه دي او د هغې لپاره ما مخکې مرزو که چې امکان لري چې شورای امنیت چې دا کومه فیصله کړې ده هغې ته همدغه وسایل هم برابرۍ چې موږ وکولی شو چې د هغو جواب په درنو ثقیلو وسایلو باندې ورکړو وسته پاره چې موږ له رو البته څه پته ده چې کونړ یو دغه ولایتونه ده چې موږ په سرحد کې ډېر مشکلات لرو کوم اسلحې چې زموږ سره اصلي موږ په هغې کولی شو چې خپل داخلي مشکلات حل کړو البته د لرې منزل دپاره یا د لرې واټن دپاره دغسې توپونه فی الحال دپاره زموږ سره شته دی هم نه کوي هم یعنې د ضرورت په اندازه باندې موږ کوشش دا کوو چې دغه نور تجهیزات موږ مهیا کړو بیا په هغه وخت کې د مرکزي حکومت حکم تامین کړو. آقای جلال، یک نکته ای را که خب اینجا مطرح کردن، گفتن که حرفای را که مطرح میکنن یا حتی اعلامیه‌ای که صادر میشه یا دستوری که داده شده برای اینکه خب حمله هم عملیاتی که صورت میگیره پاسخ هم گون داده شوه، اصلا این عملی نمیشه. یک نکته، قبلا هم اشاره کردم که در گذشته ها چه پاسخی داده شده به این گونه عملات و شما زمانی که تماس گرفتین از راه‌های دیگر دلایل این حمله ها چی بوده؟ موند هو تاسو ته پته ده که زموږ او زمونه مخکې والی صاحبانو په هغه وخت کې چې دا عملیات شوي دي هغه توپونه راغلي دي وخت په وخت شورای امنیت او زموږ د ارګان های محل د لارې نه دا ګزارشونه مرکز ته ورکړي دي او مرکزي حکومت هم د اوسه پورې تاسو ته پته ده شورای امنیت مسؤول چې کوم دی ډاکټر صاحب سپانتان په خپله پاکستان ته سفرونه کړي دي دوی درستي په دې باره کې تللی دی خپل رئیس صاحب جمهور د پاکستان د وزیر اعظم سره حتی تلیفوني خبرې کړي دي اوسه پورې هغو هم مرکزي حکومت به داسې کړی وو چې موږ ګاونډي هېواد دی ولسونه دي اوس هم په لاسکاو مهاجرین هلته پراته دي د عزت په وخت کې ولسونه زموږ سره ډېرې نیکې کړي دي چې هغه نه هېرېدونکي دي دا لو د پاکستان د نظامي چارواکو باره کې دغه تاسو ته په خپله پته ده چې ولایتونه د مرکز تابع دي چې مرکز هر حکومت کې هغه ولایتونه د هغې عملي جامه به هغې ته رسوي او هغه به عملي کوي. حالا خیلی کوتاه اشاره کنین در مورد دستور شورای امنیت که صادر کردن چه زمان اقدام عملی میشه؟ کلا چې د مرکزی حکومت موږ ته حکم وشو په هماغه ورځ باندې به موږ هغه عملي اجراات کوو تر اوسه پورې ما تاسو ته مخکې ارز وکړو تحریری یا داسې منتظر چه چیز هستین شما تصمیم شورای امنیت را شنیدین؟ خب با وجود دادی ما تاسو ته مخکې ما ارز وکړو چې د کپال دوستانو سروري صاحب او په خپله فرهنګ صاحب هم وویلې امکان لري چې موږ هغه تجهیزات مکمل کړو بیا د هغه والي په دې باندې اقدام وکړو تر څو چې موږ په خپل تجهیزاتو باندې مطمئن شوي نه یو که امکان لري چې موږ داسې کېږو په خپل سر باندې موږ اقدام وکړو. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه دارد. بازم خوش آمدید. آقای سروری، دو نکته. اول شما پاسخ آقای ولی را شنیدین که گفتن که خب این بار حکومت افغانستان جدی است و منتظر ایستن که بتونن تجهیزات خوبتر را آماده بسازن برای پاسخ دادن. یک نکته دوم است که دلیل افزایش این گونه عملات و اقدامات جدی و بر آلای یایی که خب آفتابی پاکستان بیشتر با آقای فرنگ هم اشاره کردم که حالا مقام های پاکستان میان به مقام های امنیتی افغان میگن که اگر به خواستاشان پاسخ مثبت نتن از زمین و هوا افغانستان هم مورد آماج قرار میدن. چرا؟ بله، این مسئله بسیار موضوع جدی است. یعنی من اشاره کردم دو تا مسئله رو میخواییم بگویم. اولی که بیشتر ولی صاحب هم که مسئله رو گفتن فکر کنم شاید منظور من درست متوجه نشدن. وقتی که یک حکومت به او طرف سرحد کل دینا یک قانون بین المللی داره، طور نیست که منازعات هم از روی قانون بین المللی و قوانین رایج هست حل میشه مسائل حقوقی. وقتی که شما میگین یک کشور با ما دوست است و دشمن توپخانه یا توپچیش یا تانکای از او دمونجا میه مستقر است و شما در طرف سرحد دیگه انداخت میکنه مثل امروز افغانستان منظور می بود که امی اشتباه را کرده که پیش از اینکه به یک توافق نهایی مثل که آقای فرنگ گفتن با پاکستان برسیم یا شاید هم همسایه دیگه ما سابق جنجال داشتن سر آبای افغانستان مثلا موضوعات دیگه است، پیش از اینکه به توافق نهایی برسیم و مطمئن شیم که مداخله خارجی بالای سرحدات ما داخل افغانستان نمیشه، ما وقت گفتیم که ما سال دوست هستیم و به اصطلاح تسلیم شدیم و خاموش شدیم
و پیشتر گفتم نیروهای امنیتی ما رو در طول سرحدات افغانستان جایی که نقطه ضعف داره افغانستان نیروهای امنیتیش تخلیه نکردیم. حتی مسئولین ما که وزارت دفاع یا داخله مسئولین اصلی که بیشترین صلاحیت دارن قانون برشان صلاحیت داره، رئیس جمهور افغانستان میخواد که مثلا همین شخص صلاحیت داشته باشه، سیستم افغانستان مقسم شده، اما شخص این انگیزه را نداره که بر از خاک خود دفاع کنه. این نکته را اشاره میکنین، زمانی که دیروز 53 موشک پرتاب میشه بر ولایت کنر، آمادگی تا این حد می بود که همه چیز مجهز، یعنی تجهیزات وجود می داشت و منتظر از این نمی بودن که حالا آقای جلال میگن که منتظر تجهیزات بهتر هستند تا بتونن پاسخ. طبعا ما در حکومت هستیم، ما از لحاظ دولتی حکومتی حرف میزنیم، سرنوشت مردم است، تمامیت ارضی کشور مطرح است، جان مردم مطرح است. ما حکومت مرکزی گفتی آقای ولی راست میگن، در یک مثلا تمام اختیارات در کابل گرفتن، باید خود اداره در ولایت یک نوع خودشان در سایه جنگ هستند، با مردم ولایت هستند، مناطق کوهستانی است، مناطق دور از هر تا از ولسوالی ها که در کنار شما میبینید سرحداتش رفته با نورستان و بدخشان و پاکستان جای مختلفش. بنان یک مشکل ای است که هر چیز خرد و کلان دستور گرفتن از کابل، یک و دومی که مسئولینی که صلاحیت دارد وزارت دفاع یا داخله یا در بخش امنیتی یا شورای امنیت، هر موضوعی که شده قبلا اونا باید امون تجهیزات آماده می ساختن تا بالا که چند ماه گذشت از او عملات قبلی، امروز خودشان می رفتن تشریف می بردن در ننگرهار یا کنر و مسئولین محترم مثل والی صاحب اینا را می گفتن، پیش از پیش تمام مسئولین هستی جمع می شدن، اما جا تصامیمی که در حد افغانستان است یک اکسال عملای نشان داده می شد، مردم برش بسیج می شد، گفته می شد ما از خاک خود دفاع می کنیم. این مشکل نقیصی عمومی و بیکفایتی در مجموع در مرکز است و طبعا مشکل از به ولایت هم که اونا بتونن ابتکار کنن. دوم در قسمت سلاح‌ها، خب تا وقتی که انتخابات بگذره و پیمان امنیتی سرنوشتش معلوم شود که بازم حکومت افغانستان قبلا سالهای قبل مقدماتش امضا کرده، امروز در آخر پشیمان است همین حکومت و این ضررش میرسه به مردم ما، چی در کنر، چی در قندهار، چی در شمال. اگر ناتو مطمئن نشه از یک حکومت که دو مردم شریک است، کل مردم افغانستان سلاح را به افغانستان نمیده، این مشکل ما ادامه خواهد داشت. موضوع سیم که مسئله حمله است، در این شکل نیست که عملی را که گفتن یک تعداد مقامات مثلا نظامی یا سیاسی پاکستان، این مسئله در مطبوعات آمده و وقتی که اونا علنی این مسئله را میگن، حکومت افغانستان تمام حکومت به صورت یک سیستم چرا عکس العمل نشان نداد؟ و در اینجا بیشترین مسئولیت نه به والی صاحب یا وزیر دفاع یا رئیس امنیت میاد، به خود آقای کرزی میاد و نه رئیس شورای امنیت. ولی دستور اخیر را عکس العمل نمیتونه؟ ما دستور آقای کرزه جدی حالا نمیدونم، دلیل از اینکه در هر سال سه دفعه تغییر میکنه، دوست دشمن دوست دشمن، و دومی که او توانمندی را فعلا آقای کرزه با ایده ای از مشاورین خود که داره به هیچ صورت نمیگذارن که تصامیمی که به دفاع از وطن است او تطبیق شود، بلکه اونا میخواین که تصامیم آقای کرزه در داخل افغانستان علیه مردم استعمال شود، علیه بعضی اعضا، علیه شخصیت ها اینا. مثلا شما میبینید طالبا یا شاخه های تروریسم بین المللی امروز طور دی دو سه ماه قدر توانمند شدن، خب ضعف حکومت و رهبری افغانستان را دیدن، اونا تانستن در سه ماه زمستان یا چهار ماه. امین جان فکر میکنین امین نکته، یعنی ضعف که شما اشاره کردین، هم باعث شده که پاکستان عملات خود را بیشتر معلوم دار؟ در طول تاریخ آقای فرهنگ گفتن که سن سالشان تجربیشان الحمدلله کلی از زمان شاه تا زمان سردار داوود خان به می شکل، در کدام نظام ها یک حکومت همسایه افغانستان جرأت کرده یک کشور که افغانستان را تهدید کنه؟ در کدام؟ در وقت مجاهدین، در وقت حزب دموکراتیک، یک حالت دیگه بود که تجاوز چی بود. خب ما اتو فکر می کنم که در این مرحله همه حقایق معلوم است که به این سرحد نظامی های یک کشور شما را تهدید میکنه و شما صرف یک اعلامیه میتین، شما حتی خودتون باید برین در ولایت سرحدی افغانستان با مسئولینتون گپ بزنین، تقویه کنین اونا را، امکانات مالی و امکانات نظامی در اختیارشان بگذارین، به عوض از اینکه زایع شوه جای دیگه قاچاق شوه و به عوض از اینکه بودجه مالی افغانستان در جای دیگه غیر مشروع و در فساد اداری گم شوه. خب شما بتین به ولایت کنر و قندار المن کمک کنین که این ولایت اینقدر تقویه باشن که والی و قماندانای قلو اردو رئیس های امنیت توانمندی را داشته باشد، دفاع اولیه وظیفه شان است. باید از لوی درستیز یا وزیر دفاع داخله نپرسند، اما اویی که ما میخواهیم دفاع بسیار بزرگ انجام بدیم او را شورای امنیت فیصله کنه، این صلاحیت داره ولی صاحب یا قماندان های امنیت. خیلی سپاس آقای فرهنگ. چگونه یک راهبرد جدی و موثر در برابر این گونه عملات در پیش گرفته شود؟ اقدام نظامی، یک راهبرد سیاسی یا گزینه‌های دیگر؟
من فکر میکنم که تمام وسایل یا راههایی را که حکومت افغانستان حال در پیش داره، البته حکومت نوی که میآید، چرا دوره آقای کرزی ختم شده و آقای کرزی حرکات همی تصامیم هم که میگیره برای اینکه در آخرین روزهای زعامت خود نشان بده که من در موضوع جدی هستم، در حالی که پیشتر روی جدی نبود. خیر کنار میگذاریم، حکومت نوی که میآید چند وسیله داره. یکی یک لابینگ و مذاکرات بسیار جدی با همی جامعه بین المللی است که باید صورت بگیره، همی قرارداد هم امضا شود و بعد از او مسئله تمامیت ارضی افغانستان مطرح است. ولی که من بیشتر گفتم که در سیاست ما تناقض‌گویی است، او طرف هم میگیم خاک ماست، این طرف هم میگیم خاک ماست، اما من این رمیال میگم که 56 سال یا 60 سال میشه که ما مسئله پشتونستان رو پیش میبریم، 60 سال دیگه پیش ببریم، هی تغییر نمیکنه. پاکستان اینجا میمانه، ما اینجا میمانیم، خط دیورند اینجا میمانه. اما باید یک تفاهم پیدا شود، مثل که فرانسه و آلمان باید خود کردن باز جنگ جهانی دوم، پولند و آلمان ما بین خود سرحدات خود پس سر از نو تنظیم کردن. این وسایل سیاسی است که با جامعه بین المللی صحبت شود و با جامعه بین المللی طور صحبت شود که به اصطلاح وطنی ما نه سیخ بسوزه نه کباب، یک راه حل بین البین پیدا شود، یک نوع اتونومی منطقوی بر او طرف داده شود تا زعمای پشتون اون طرف هم همین چیز میخواستن. خان عبدالغفار خان و تیمش میگفتند که ما یک اتونومی داخلی در داخل خاک پاکستان میخواییم، زیادتا چیز نمیخواستن. حالا آقای فرهنگ، اقداماتی را شما گرفتین، همین خیلی مهم هم است، اقداماتی را که شما گفتین که صورت بگیره بستگی داره به نیت پاکستان، به عزم پاکستان. حالا چقدر با توجه به اون منافع که شما فکر میکنین که پاکستان در افغانستان داره جستجو میکنه و به خاطرش حمله میکنه و هر کار انجام میده، از اون میگذره و میای اگر ما یک زعامت پیدا کنیم که او بتانه با تعقل و با استدلال قوی سیاسی در جامعه بین المللی پس عرض وجود بکنه و مسئله دیورند مطرح بکنه، این اول باید بفهمیم که هیچ کشور دنیا افغانستان حمایت در مسئله خط دیورند نمیکنه. از میاد باید بگوییم، بارها هم گفتند، امریکایی هم اعلان کردند که ما اینی سرحد افغانستان است. اما اگر با یک استدلال قوی صحبت شود، اقوامی که در اونجا زندگی میکنند بر از اونا سهولت ها پیدا شود، اونا بتوانند به آسانی و بر پاکستان اطمینان داده شود که از این مناطق بر شما کنم خطری وجود نداره. من یقین دارم که پاکستان از این سیاست خود تغییر میده. ولی همین واضحه بسازین آقای فرهنگ، پاکستان حملات را انجام میده به خاطر که احساس میکنه که تهدید میشه یا منافعش مطرح است؟ نه، پاکستان حملات پیشگیرانه میکنه. برای چه؟ به این منظوره که من اینی به می حالت خوشنود نیستم و میخوایم که به تدریج اوضاع افغانستان طور غیر ثابت بسازم، طور متشنج بسازم که مردم افغانستان از حکومات خود رو بگردانند و سیاست مرا در کشور خود قبول کنند. همینطور که در وقتی که طالبان را اینا به ایسی بدیل آوردن، مردم افغانستان قبول کردند. در اول طالبان را قبول کردند که از مشکلات خلاص شدند. یعنی هایم. اقدامات پیشگیرانه به خاطر تطبیق و اجرای شدن منافع خودشان. منافع خودشان در مرحله بعدی. از این خاطر است که من میگم که زعامت جدید افغانستان هر کسی که باشه باید از پیش بینی موضوع باشه، باید از یک راه حل پیدا کنیم. مثال تاریخیش بگیریم. هیچ کس به او اندازه متعصبانه در مسئله پشتونستان پیش نمیرفت با پاکستان که سردار ما داود خان میرفت. حتی به سرحد جنگ گرم رسید. اما در اخیر دوره صدارت ریاست جمهوری خود متوجه شد که او سیاست نمیچله، باید از سیاست نزدیکی و دوستی و تفاهم متقابل را با پاکستان بگیرم. از او را پیش آمد و اینجا زود بود که یخا مشکست. اینجا بود که کمونیست‌ها آمدن کودتا کردند که همین حالت تغییر نکنه، پس این دو مملکت به هم نزدیک نشن، سیاست طویل مدت ما بر هم میخوره. این معنای زیر نمیده که ما چیز زیاد از دست میدیم. ما یک منطقه در بین افغانستان و پاکستان ایجاد میشه که یک اتونومی داخلی داره، روابطش این طرف هم خوب است، او طرف هم خوب است، موضوع را میتونیم حل کنیم. باز هم سوال برمیگرده به اونجا که چقدر پاکستان متحد خواهد بود باران چه که شما بگین که از روها تلاش. خب این چیزی که من میگم اقالت ایدئال است، یعنی اقالت است که ما میخواهیم که اینطور باشه. اما متاسفانه که ما در ظرف 15 سال اخیر
خب دورای پیشترش که وقتی جهاد و کمونیست‌ها یا بود کنار می‌گذاریم، در 14 سال اخیر به اندازه سیاست غلطی در مقابل پاکستان بازی کردیم که حالا شما رو گفتون تایید میکنم که شاید امین نسخه تفاهم متقابله برای ایجاد یک منطقه دارای اتونومی نسبی حتی پاکستان میرم قبول نکنه، بلکه چشم دوخته باشه بالای تا جنوب هندوکش. خیلی سپاس. آقای جلاله، شما به عنوان والی ولایت کنر که شاهد حملات موشکی پاکستان بر این ولایت هستین، در حالت فعلی بهترین گزینه را بر پاسخ دادن به این گونه حملات چه میدانین؟ حمله نظامی یعنی پاسخ همگون، رای حل سیاسی یا شکایت به مراجع جهانی مثل شورای امنیت سازمان ملل؟ ما سر زی وارد بکم و می سر چیز تاست پتا دا من کنر خلق و تاست ناس خلق و طول مجایدینی هم منگا که اگر جهاد تو وقت با پیول سوالی بانده ما عملیات که اون سر و سنجو را جمعه که با منگا اغیر پار یک تصمیم نیو او دا اغیر پار پا میکلان جو رو دی وقت خبر من لگا افسوس کم چه تاست بدی مسئل که سنگ دن را جدی شیر پرون یا پل پرون دو را جمعه که شورای امنیت پیسلاک کلی دا تاست ولی اقدام ولکم موند مخکې نه په خپل ځای کې جمهور شورا امنیت او معلوماتو کې د تیر څلور کالو کې چې افغانه راکټي هم دې کېږي چې سید لارې د هر ډولو لپاره ډېر حالي ځلې وکړي د وسم دا وامه چې که د سیاسي لارې نه کېږي یا د ملل متحد د لارې نه کېږي بېستره ښه لاره بیا دغی او چې نه کېږي نو هغه په فارسي کې یو متل وایي چې وطنګه او بچنګه بیا به هغه تصمیم وروسته نیول کېږي خو اوس چې شورا امنیت فیصله کړې ده تاسې موږ باید دې ته مجبور نه کړي چې دوره د مخکې هغو املک فیصله کړې او نن یې باید تطبیق کړو هر شی د یو پلان تاسو ته پته ده چې نظامي آقای جلاله، به خاطر این پرسش را مطرح کردیم که حالا تنها حرف دیروز امروز نیست، سال هاست که خب از این ناحیه مردم ولایت کنر رنج میبرن، شاهد حملات موشکی هستن که خب در روز از صد هم رقمش گذشته. زبا یو خبر رو کما چه در کنر خلکو واقعا چه قربانی ور کرده و یعنی که په نورو ولایتونو باندې خدای نه خواسته دغسې عملات عملیات وی چې په یوه کال کښې په هغې څلور زره پېنځه زره سمندي راورېدلی نو کېدای شي چې هغو په دومره چغې او دومره شکایتونه بهیې ښوتلی ده چې ټوله دنیا به خوځولی وی. زه بیا هم د کونړ خلکو ته افرین وایم چې دغسې باوجوده دې دومره مشکلات تل یو مقاومت کړلی خو زه بیا هم دا خبره کوم چې نظامي قوتونه یا نظامي حملې خپل د یو پلان مطابق کېږي سینه کې چې په شورای امنیت فیصله وکړه او نن موږ باید چېړې تېرو کړو توپونه هغو خواته وګرځو او امید د خدای لرو پرون موږ یوه غونډه لرله پرون پست مازدیګره خپل امنیتي ارګانونو سره او دوی به خپل پلان جوړوي د پلان مطابق به چې څه عمل وو او زه اوس هم بهتره دا ګڼم چې د سیاسي لارې نه یا د ملل متحد د لارې نه مسله د حل لاره پیدا شي بهتره ده. حالا به عنوان آخرین پرسش، سال هاست این گونه عملات ادامه داره، تصمیمی را که اخیراً شورای امنیت گرفته فکر نمیکنین که دیر است؟ یعنی باید زود این تصمیم را میگرفت در سالهای اول یا در اقداماتی که نخواست پاکستان انجام داد؟ تاسو په خپله هم ویلی چې اوسه پورې زموږ مرکزي حکومت د سیاسي لارونه البته وزارت خارجه شته دی وزارت دفاع شته دی په خپله شورای امنیت او په خپله شخصاً رئیس جمهور کوشش تا په تلاش ډېر وکړ دا اوس هم چې کوم بیان ورکړی دی دا به هم د ډېر مجبوریت ته ورکړی چې موږ هر څومره تلاش وکړو غیر هم ورته وغځوله د ورورۍ چې ونه شول موږ مجبور یو چې د خپل ملک د دفاع په خاطر باندې باید نظامي حرکت وکړو نو دغه نظامي کوم پلان چې دی ما تاسو ته مخکې مرض وکړو دا به البته یو څه وخت ورځې غواړي دومره عجله نه ده څلور کاله توپونه ورېدلي زمونږ د کونړ په خاوره خیر دی که څلور پېنځه ورځې نور هم په دې کښې توقف وشي یا لږه سازماندهي وشي زه فکر کوم دا دومره عجلې کار نه دی چې باید خامخا پرون فیصله وشي او نن موږ اقدام وکړو. آقای سروری، حالا رای حل شما فکر میکنین که اقدام حکومت افغانستان دیر است؟ پیش از این اگر کاری صورت میگرفت چی بود و بعد از این چی گزینه هایی میتونه کارساز باشه؟ حمله جواب همگون، رای حل سیاسی یا رفتن به مراجع جهانی که بیشتر اشاره کردم که افغانستان به کجا مراجعه؟ بله، خب چیزهایی که قبلا باید صورت میگرفت
واقعا 13 سال یک وقت بسیار کافی است که نشد یا بسیار ضعیف صورت گرفت و این اراده هم نبود. اما با آینده ها گپ بزنیم، آینده ها در بود داخلی حکومت های جدید، رؤسای جمهور یا در مجموع مردم افغانستان که نقش دارند در آبادش، اینا تلاششان میباشه که حکومت های مشمول و حکومت های ملی و واقعی، ولی هر افغان مازر گوشی است، هیچ کس حرفی باید این مسئله مسائل قومی مسائل مطرح نکنند. در غیر از او هر کس مسئله قومی را به شکل منفیش مطرح میکنه، یعنی می قسم بفهمیم که دشمن ها باز قطع قطع افغانستان میتونن از بین ببرن. این درس کنر ما میخواییم بگویم درسی است که در تاریخ افغانستان و پیش از او خراسان و هر قدر پیش بریم افغانستان بسیار کلان بود یا شامل خراسان و چیزهای تمدن های دیگه بود، به این شکل از بین رفتن. پیشتر آقای فرهنگ یاد کرد. خب اما در اروپا اینا مطابق یک قاعده و قانون و مسائل حقوقی قرن 20 تا فعلا به فیصل رسیدن. برای آینده ازی در بود داخلی علاوه بر ازی کوشش صورت بگیره که نیروهای امنیتی ما از لحاظ کیفیت آماده باشه. این از لحاظ کیفیت بسیار برشان کمک شده. دیگه هم اگر ضرورت است، مثلا چیزی را که آخرین مطلب تازه که دیگه هفته نشر شده، اگر 15% وزارت دفاع به تنهایی که مرجع اصلی دفاع از یک کشور است، از کشور ما مثلا 15% پرسنل از این عناصر طالب و القاعده است، پس اولویت به حکومت بعدی افغانستان بعد از انتخابات است که تصفیه سری و پیدا کردن این عناصر که 15% یک اردو یک کشور که در حال جنگ و دنیا به کمک کرده، این باید تصفیه شود. عناصری که فکر تو لیبرال هرچند وزارت دفاع رد کرد این رد وزارت دفاع کرد، معنا نداره، هیچ معنا نداره. اونا مجبور هستن که گپایی را که یک دو نفر از دفتر آقای کرزی میگن تایید کنه. و در بود بین المللیش در آینده وقتی که ما بخوایم که به این شکل یک حکومت، چیزی که من در بود داخلی گفتم، مردم را راضی نگاه کنیم، سرحدات فعلی خود امن بسازیم. اولویت فعلا نمیست که سرحدات فعلی افغانستان امن بسازیم، پیشرفت اقتصادی را در اونجا ببریم به کاتب و اینا. و اگر افغانستان در آینده بتونه با یک نوع ضمانت بین المللی که ما از دنیا کمک بخوایم و افغانستان اقب با پرستیژ با اوتوریته باشه که بتونه حکومت های بعدی با یک نوع ضمانت بین المللی، ما موضوعات سرحدی اینا که جنجال داریم با کشوری مثل پاکستان، این مسائل اگر با یک نوع ضمانت بین المللی حل شود، این سبب خواهد شد که هیچ کشوری در آینده به تنهایی قسم فکر نکنه که جرأت زیر داشته باشه حمله یا تجاوز بالای افغانستان بکنه. بنابراین سکتور دفاعی و امنیتی ما متاسفانه به شکلی که فعلا شکل گرفته، کل ازی انگیزه دفاع از این سرحدات موجود افغانستان ندارن. بسیاری از طرفدار پاکستان شاید یک تعداد عناصر باشن، شما چرا خمسر اگر که در کنارشان توپ تیاره همه چیزم باشه، اینا کجا باید استعمال کنن؟ خب جای بد استعمال میکنن. و بنان در آینده در قسمت ریفورما اشتباهاتی که صورت گرفته و همین ما و شما میبینیم که اشتباه نه تنها در افغانستان که در کشورهای متعدد دیگه صورت گرفته، مثل عراق و لیبیا و کجا که تا امروز جنگ‌های داخلی ادامه داره. بنان در این ریفورما موضوعات یک طرفه و یک گروه کوچک دو کار کرده که اشتباه بوده، حتی شاید عناصری از جامعه بین المللی هم دو اشتباه کرده و مخرزانه کار کردن. ما منافع افغانستان در جغرافیای موجود و عناصری که شامل اینمی جغرافیا است باید پیدا کنیم و این سبب خواهد شد که امو پرستیژ پیدا کنه که با یک نوع ضمانت بین المللی افغانستان میتونه امن باشه. حالا دو نکته را شما اشاره کردین و گفتین که اساسی هم از برای اینکه خب جلو حملات پاکستان گرفته شد. بود داخلی را اشاره کردین برای مجهز شدن نیروهای امنیتی افغان که خب برمیگرده به تقویه شدن ساختارهای امنیتی، و بود جهانی را که ضمانت‌های جهانی را شما برای اشاره کردین. در بود داخلی اما چرا در آغاز اشاره کردین، از آغاز این حکومت یعنی 13 سال تا حال افراد خیلی افرادی بودن که در رده‌های بلند کار می‌کردن، منافع کشورهای دیگر را در نظر می‌گرفتن که خب اقدامات نشد. چه کاری را حکومت آینده که خب انتخابات ممکن تا یک ماه آینده یا بیشتر از اون نتیجهش معلوم شود، در بود داخلی برای کنار زدن این گونه افراد انجام بده و در بود خارجی ضمانت جهانی چگونه شکل بده؟ بله. خیلی کوتاه شرح بدین که فرصت باید بله. حکومت فعلی بسیار اشتباه کرد. قبلا هم گفتیم امکانات نظامی و دفاعی افغانستان در قسمت بی‌توجهی یا تا تخریب از او حکومت فعلی با شمول آقای کرزی مسئول است و این جواب باید بده. در بعدی ما از امکانات مختلف چیز قسمت تکنیک و پرسونل
از اینا به تربیه نسل جوان که در اردو یا در سکتورهای امنیتی به کمک جامعه بین المللی می باشه و تعهدات عمیقی که اونا دارن، حکومت های بعدی می تونن برای آینده مطابق پلان 10 ساله 15 ساله به نتیجه که امروز حرف می زنیم برسن. ولی نقایصی که در 13 سال صورت گرفته، اشتباهاتی که آقای کرزی انجام داده، این یک جنجالی است که این باید اصلاح شود. این هم یک وادیانتی بسیار بزرگ است. آقای فرهنگ، همونطور که اشاره کردیم مسئله انتخابات در افغانستان است. ممکن تا یک ماه آینده نتیجه معلوم شود. خب سرانجام تاکید به می است، چه از بعد جهانی چه از بعد داخلی، چه زمانی که شما بر مردم مراجعه می کنین، حالا حکومت آینده برای جلوگیری از این گونه حملات چه کارهایی را انجام بده؟ خب برای جلوگیری از اینطور حملات، حکومت آینده متاسفانه یک میراث خراب می گیره. این همی چیزی که حالاتی که امروز ما داریم، انتقال میکنه بالای حکومت نوی که میایه. تجهیزات نداریم، جنبه محاربه ویش اگر ببینیم مقابله کردن نمیتونیم. اگر او 100 راکت فایر کرد، ما 5 راکت هم فایر کردن نمیتونیم. اما من طرفدار ازی هستم که همین فیصله ری که شورای امنیت افغانستان کرده میره، ولو که وسایل بسیار پای افتاده داریم، یک اظهار وجود بکنن این خوب است، یک تاثیر منداز با روحیه مردم افغانستان که ما میتونیم از خود دفاع کنیم. اما کار کلانی که زعامت نو کرده میتونه ایست که مسئله بین المللی ساختن قضیه است، قضیه را بین المللی بسازه. هیچ کس تا به امروز نتونسته قضیه افغانستان بین المللی بسازه. یاد ما میاد، من یک نقطه را بشمارم، علاقه در کشورهای جهان وجود داره تا این مشکل افغانستان؟ این نکته را میخواستم برای شما بگویم که در سالهای 50 اواسط 50 قرن 20 وقتی سردار داوود خان صدر اعظم بود و اولین هیئت کلان شوروی بولگانین و خروشچف به افغانستان آمدن، ابلاغی مشترکی که نشر شد مستقیما بالای مسئله پشتونستان آمدن و گفتند که شوروی از داعیه افغانستان در مسئله پشتونستان حمایت کامل داره. فقط یک بار بود، بعد از او 10 بار دیگه که زعمای پاکستانی شوروی آمدن، از نام گرفتن مسئله پشتونستان دیگه اعتراض کردند، دیگه ابدا نامش را نگرفتند. چرا فشارهای بین المللی آمد در دنیا یک چی شد دیتا مثلا یناله؟ ما 14 سال اینجا خب تمام دنیا را داشتیم، در 14 سال ما امکانات از این داشتیم که آهسته آهسته بر جهان همین قضیه را تشریح کنیم و بگوییم که چی میخواییم و چی یک راه حل ما میبینیم. یک روز میگفتیم جز خاک ما، یک روز میگفتیم اتونومی، یک روز میگفتیم اتونومی خصمی، یک روز دیگه صدا میگنیم که یک کشور سوم به نام پشتونستان. نتانستیم که بر جامعه بین المللی و حتی برای خود مردم افغانستان همین موضوع را طوری که شاید و باید تشریح کنیم و یک سیاست بر اساس از او استوار بسازیم. خیلی سپاس از حضورتان در این مسئله. من چون از شما بیندازیست تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.